سرای حکیمی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه موسوی هستم، یکی از طلبه های حوزه علمی حضرت سکینه سلام الله علیها. به نام خدا زهرا مهدوی هستم، از طلاب حوزه علمی حضرت سکینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدیجه سادات هستم، یک تن از طلبه های حوزه علمی حضرت سکینه سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. جمیله کاظمی هستم، یکی از اساتید حوزه علمی حضرت سکینه. میتونین چند تا از القاب حضرت فاطمه علیها السلام نام ببرید؟ از القاب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها: راضیه، مرضیه، محبوبه، منصوره، مستوره، زهرا. راضیه، مرضیه، زکیه، ام ابیها، ریحانه. به نظر شما برجسته ترین صفت فردی حضرت فاطمه سلام الله علیها چیست؟ تقوا و عبادت ایشان. برجسته ترین صفت حضرت زهرا که معصوم بودن حضرت زهرا سلام الله علیها هست و همچنان ایثار و فداکاری حضرت زهرا هست که تا آخرین لحظات عمرش از امام زمان خودش دفاع کرد. بارزترین صفت حضرت فاطمه علیها السلام در جایگاه همسر را در چی می‌بینید؟ در جایگاه همسر همی که حضرت زهرا تا آخرین لحظه یار امام علی علیه السلام بود و همیشه از امام حمایت میکرد و به عنوان سربازش همیشه همراهش بود. تایی که همراه امام علی همیشه بود، هم کار و همراه امام علی بود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد حضرت فاطمه علیه السلام را نام ببرین که هیچ زن مسلمانی ندارد. هیچ زن که نه، ولی از نظر حجاب حضرت زهرا بالاتر از همه زنان بود که یقیناً بقیه زنها مثل حضرت زهرا نمیتونه اونطوری از حجاب خود دفاع بکنه. معصوم بودنش. هیچ زن مسلمان دیگه نه. ای که مادر تو امام بود و فرزند پیامبر بود، یعنی تنها دخترش. کدام یک از سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره دخترش حضرت فاطمه سلام الله علیها را به یاد دارید؟ اینی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که الفاطمه تو بزعت منی، فاطمه پاره تن من هست و هر کسی که او را غمناک بکنه مرا غمناک کرده. روایتی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید فاطمه پاره تن من است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده است. زنان مسلمان امروز از چه بخش از زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها میتونن بیشتر الگو بگیرن؟ بیشتر پاسداری از شرایع و چیزایی که در دین هست. یعنی کلن تمام زندگی حضرت میشه یک الگو باشه، از نظر خانداری، از نظر علم و دانش، از نظر همسرداری، از نظر یک اولاد خوب برای پدرش، یک مادر خوب، از نظر هر چیزی که بگیم فاطمه یک الگوی بی‌بدیل در تمام جهانیان هست. از حجاب و پاکدامنیشون، ایمان حضرت زهرا، از وفاداری حضرت زهرا و بیشتر از دین حضرت زهرا و از همو پاسداری و زهد و تقوایی که حضرت زهرا داشت، بیشتر از حجاب حضرت زهرا که فعلا در جامعه که ما هستیم بد حجابی و بی حجابی به درجه آخر خودش رسیده و یکی از موضوعاتی که خیلی مهم است در جامعه امروز ما میتونیم از حضرت زهرا الگو بگیریم حجاب حضرت است. کدام آیه یا سوره قرآن شما را به یاد حضرت فاطمه سلام الله علیها میندازه؟ آیه تطهیر، سوره کوثر و آیه تطهیر. به یاد ندارم. همون سوره کوثر. سوره کوثر که به خاطر حضرت فاطمه زهرا نازل شد.